در جریان 24 ساعت گذشته و دو رویداد جداگانه 6 سرباز آمریکایی در جنوب افغانستان کشته شدند. با گفته مقامات افغان و ناتو، دو حمله از سوی دو افغان، یکی قراردادی و دیگری هم ملبس به یونیفرم نیروهای امنیتی افغان صورت گرفت که منجر به این کشته شدگان گردید. در گزارش همکارم با نقل قول سخنگوی ناتو در افغانستان، حمله اخیر مشکل برخواسته از نارضایتی فردی عنوان شده است. به این گزارش توجه کنید. حملات اخیر سخت و بی‌رحمانه بوده است. از دیدن لاری بزرگی که به سمت پایگاه نظامی ایالات متحده در یک منطقه دوردست حرکت می کند و با ضربه مرگبار انفجار بیش از 100 تن را زخمی می سازد، الا دیدن کشتار امروز که 3 سرباز نیروهای ویژه آمریکایی را از پا در می آورد. به احتمال زیاد این سربازان آمریکایی در حال کمک و آموزش دادن سربازان افغان بودند که مرد با پوشیدن لباس نیروهای امنیتی افغان بر آنها شلیک می کند. اجازه دهید من به وضوح بگویم که آن حوادث منعکس کننده وضعیت کلی در افغانستان نمی باشند، جایی که در آن حدود 500 هزار سرباز و پلیس در حال کار با هم و در کنار هم بوده، اعتماد و سطح همکاری میان همدیگر را افزایش می بخشند و آن به منظور ایجاد یک آینده بهتر برای این کشور است که با هم در ایجاد فشار بر شورشان در کنار هم مبارزه می کنند. و اضافه می کند، چیزی که ما از آن حوادث یافتیم یا ناشی از نارضایتی فردی و یا فشار شرایط بر فردی بوده که شلیک کرده است. صرف در طی سال جاری حملات نیروهای افغان بر سربازان خارجی 34 کشته و جا گذاشت که خیلی بیشتر از تعداد تلفات سال قبل است. از دست دادن هر سرباز نیروهای هوایی یا بحری یک تراژدی است، اما زمانی که شما عضو ارشد را از دست می دهید، خیلی تاثیرات دلسرد کننده بر واحد و قطعات اردو وارد می کند و واقعا می تواند بر اردو تخریب کننده باشد. در یک حمله جداگانه مرد افغان ملبس به یونیفرم با شلیک بر 3 سرباز آمریکایی صبح روز جمعه در جنوب افغانستان باعث قتل آنان شده است که با گفته قماندان اردوی ایالات متحده، این سومین حمله از سوی همتاهای افغان در جریان یک هفته بر نیروهای ائتلاف بوده است. حمله روز جمعه با گفته مقامات رسمی ایساف در ولسوالی سنگین ولایت هلمند رخ داده است. 3 سرباز آمریکایی با ضربه گلوله کشته شدند. شلیک کننده در لباس اردوی ملی افغان بود. ما نمیدانیم که آیا عضو نیروی امنیت ملی افغان بوده یا خیر. ما روی این حادثه غور میکنیم و در حال حاضر تحقیقات جریان دارد. ما مطمئن هستیم که این رویداد هیچ تأثیری در انتقال و سایر ارزش‌های نیروهای ما ندارد. آنچه که واقعا اتفاق افتاده واضح نیست. محمد شریف والی سنگین گفته است که شلیک در نقطه تلاشی و بعد از ختم مجلس امنیتی و صرف طعام صورت گرفته است، اما قماندان فاروق پروانی میگوید این حمله در پایگاه نظامی ایالات متحده در آن نواحی به وقوع پیوسته است. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان از طریق تلفن گفته است که حمله کننده که عضو پلیس شناسایی شده اسدالله نام دارد و بعد از حمله با شورشیان پیوسته است. لیلا ما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.